پس اینجا فرق از بین توکل و تواکل. توکل اینه میگه که تو یک کار میکنی برای رزق زحمت میکشی، یعنی گندم هم میکاری باز توکل به الله میکنی. نفهمیده؟ زمینه قلبه میکنی، گندم میکاری، آب میتی، خشابه میکنی، لکن چی میکنی؟ توکل به الله میکنی. و توکل چی رو میگه؟ قرار ششتی دیگه آده قرار دمی زمین ششتی دیگه بیار یک چی میکنی؟ دوارا همی زمین هست اگه باش اون چیز نکاشتیم اگه برای ما چی شوه یک دو خروار گندم بگیرم. این توکل میگه. متوجه هستیم؟ ادب با خالق متعال چی هست؟ که تو توکل به الله بکنی، یعنی از اعضای بدنت استفاده بکنی. بسیاری کسا از تقدیر گپ میزنن، حالا یکی تقدیر غیبی است، یکی تقدیر آشکارا هست. او که در غیب بر تو چی نشسته است، او خود پیش خالق متعال است. اما تقدیری که بر تو معلوم دار است چی است؟ بر دو چشم داده، چشم در تقدیرت نرفته. این حال تو که در روز قیامت برید مثلا خدا بزرگ چشمت هم سل داره، سل نمیگه چشمایت پات میگیری میرید در چاه میفتی میموری. ملائکه هم تو یک سیلی ماکم دارید کش میکنه، میگه تقدیر ما تو بگوید، تومت نکو سر الله. بسیاری کسا تومت میکنن سر خالق متعال. الله برات چشم داده، الله برات گوش داده، گوشت در تقدیرت رفته، عقلت در تقدیرت رفته نرفته، اختیارت در تقدیرت رفته نرفته. پس وقتی که تو کار درست اختیار میکنی، کار غلط ترک میکنی، تو در حقیقت مطابق تقدیر کار کردی. عمر رضی الله تعالی عنه رفتن در یک منطقه طرف شام، گفتن اینجا مرض طاعون است. عمر رضی الله تعالی عنه دو قریه داخل نشد، پس حرکت کرد این طرف آمد. یک نفر گفت که هی عمر از تقدیر الله گریختی؟ عمر رضی الله تعالی عنه گفت نه، از تقدیر الله و تقدیر الله انتقال کردم. اونجا الله مرض تقدیر کرده بود، برای ما تقدیر عقل کرده بود، و این طرف دیگه صحت مندی است، اینجا صحت تقدیر کرده. پس ما از اون تقدیر الله به چی آمدم؟ به این تقدیر الله آمدم. یعنی این که مثلا یک انسان کار میکنه، این در حقیقت مطابق تقدیر است، زحمت میکشه مطابق تقدیر است. اما تو هر گناه را میکنی، از این خاطر الله در تقدیرت چشم نوشته کرده، در تقدیرت گوش نوشته کرده، در تقدیرت عقل نوشته کرده، در تقدیرت علم نوشته کرده، در تقدیرت اختیار نوشته کرده. اینا تو کل زیر فراموش کردن قرار ششتی و باز که ناکام ماندی، باز میگی والا صاحب در تقدیر ما بود. این تومت هست، بیادبی هست در مقابل خالق متعال. نفهمیدین؟ این بیادبی هست که گناه خود، اشتباه خود، بد اخلاقی خود، کسالت خود بالای خالق متعال العیاذ بالله برای زو چیز میکن. این حاله ایره چی میگن که انسان مسلمان توکل میکن و استعانت از الله میخن. این حال اگر اینجا خط قرار بتیم، این یک خط است، این عالم اسباب است. بالاتر از این کسی چی است؟ عالم مافوق اسباب است. در عالم اسباب از مخلوق میتونی استعانت بگیری مطابق تواناییش. مثلا وقتی که من خودت میگم که ام موتر تخو برای ما بده که من تا مکرویان میرم یا مرا تا مکرویان برسم، استعانت خواستم نخواستم. اینا تو اینجا در استعانت توانایی داری نداری؟ اینجا توانایی داری مطابق توانایی توست، و این عالم اسباب است. از این خاطر در عالم اسباب پیش دکتر میریم، دوا میگیریم، معاینه میکنیم، اینیا میکنیم. یا بیادبی با خالق متعال نیست. بیادبی با خالق متعال چی است؟ که در عالم مافوق اسباب از مخلوق چی کنیم؟ استعانت بخوایم. مخلوقی که خودش بر خود زندگی داده نمیتونه، از او بر بچه بخوایم. یک کسی که خودش فوت کرده، خودش بر خود زندگی داده نمیتونه. اینا تو رو میخیزی میگی که چی است؟ بر ما بچه بده یا بر ما دختر بده یا تو مشکل مرا رفع بکن. مشکل خود باید رفع بکن. اینا در اینجا باز چی میشه؟ اینا استعانت برای الله که ایاک نستعین میگیم، که در عالمی که از عالم اسباب برای ما فوق اسباب شد، باز اینجا فقط استعانت از کی میگیریم؟ از خالق متعال میگیریم.